سلام به همگی، خوش اومدید به این ویدیو. در خدمت استاد بزرگ گیتار کشور هستیم، آقای کومار عربی. قراره با هم بریم کارگاهشون، یه گیتار رو از صفر تا صد خودم بسازم. مدیون فکر کنید کمک میگیرم. بله. از صفر میخوام بسازم، مگه نه استاد؟ بله حتما استاد. تو کمربند هم میگیری؟ چرا دوربین رفت بالا؟ آها. انشالله تا آخر این ویدیو کار با این دوربین جدیدمون هم یاد میگیریم و حرفه ای میشه. الان تو جاده هستی؟ من با این دوربینی که نمیتونی خودت مشخص کنی کادر رو مشکل دارم. نه اوکیه، ببین دستت میاد. ولی خب مثلا اینجا الان جاده هستش. کجاست استاد کارگاه؟ الان اینجا جاده ایشه؟ الان تو چیز هستیم؟ اینجا خدا بسم الله کجا بود؟ یا خدا کمکم. سعیدی هستیم. سعیدی، تو خود سعیدی هستیم. کارگاه ما اگه بخوای قادسی بدون که هم بدونن یعنی کجا، چهاردانگه میشه است. در راه کارگاه ببینید به کجا رسیدیم. مزرعه زرد. خب بله، خیلی کاش دور بچه ها اینجا میخواییم صفحه بک گیتار انتخاب کنیم. پشت گیتار این چه چوبیه؟ گردو استاد. گردوه کاملا سعی شده که قرینه بشاره. آره. حالا اینا بعضیاشون خوب قرینه نمیشن دیگه، بعضی وقتا وقتا هم دقیق در میان. ولی خیلی خوش قرینه. این برش قرینه تره. این چه چوبیه؟ گردو. گردو. این هم گردوه. خب اینا چندین ساله که هستن، یعنی مال الان نیستن. اینا افران ولی توسی هن. این وقتی افرا باید سفید باشه، یعنی وقتی رنگ بشه چه شکلی میشه؟ این الان افراه. خب این افراه، خب این افراه سفیده، این توسیه. توسیش پر رنگ میشه، این رنگی نه ها، ولی پر رنگ میشه. از این پر بینه این اون میشه. آها. این چیه؟ این هم همون افراه نقشی داره. این ولی دیگه فکر کنم قرینه شده. آره این قرینه، مخصوصا این قسمتش خیلی خوشگله. این هم باز افرا، این توسی در میاد دیگه استاد. خب من اینو برمیدارم با اجازتون برای یه بکه. البته بذار بقیه هم ببینیم. بقیه چیه؟ اینا صفحه رو هم دیگه. صفحه رو. خب مبارک. خب بریم برای صفحه رو، درسته؟ بله. این چه چوبیه؟ اینا کلا همشون اسپروسه. اسپروس. فرقی با هم نداره دیگه. با چی؟ فرقی با هم دیگه نداره. نه اینا یه جنسه. خب اینم صفحه رومون که شد اسپروس. صفحه بکمون چی شد؟ بکمون افرا. افرا. ساید و بکمون افرا. خب ساید کجاست؟ ساید هم میاریم. خیلی خب ساید و چیز. خب می‌خوایم سایدمون رو انتخاب کنیم. اینجا یه تعداد سایده. چه چوبیه؟ اینا همون افرای همون درخته. آها. اینا از قبل ناگه زدن به هم سرشون چسبیده. اینا الان دو سال بعد از خوش شدنشون، یعنی دو سال پیش اینجوری برش خوردن. آها. و بسته‌بندی شدن که بعدا خواستی استفاده کنی ازشون. این یعنی با چوبی که برای بک انتخاب کردیم یکیه. یه درخته. آره. و من این دوتا رو انتخاب کردم برای دوتا ساید گیتار. اون چوبایی که اول انتخاب کردیم پرداختشون هم کرده بودیم چون زمان طولانی می‌برد. آره. ولی این دوتا رو پرداخت نشده، میتونی از اونم یه فیلم بگیری. اون را بر رنده بشه، یعنی تراش بخوره به یه زخامتی برسه. آه. که آماده خم کنه. خب اینم از بکمون. پس ما ساید و رو و بکمون رو انتخاب کردیم.
باید بریم برای پرداختشون. خب اینجا یه دستگاهی رو داریم که اسمش چیه استاد؟ این رنده چوبه استاد. این الان برند استنلیه دیگه، فوق‌العاده ترینیه که ما داشتیم. حالا اگه از این بهتر هست من در جریانش نیستم. و اینکه باهاش چوبو رنده میکنه. من یه نمونه میخوام رنده کنم. رنده یعنی چی؟ یعنی لایه لایه چوبا رو اینجوری با ضخامت این شکلی مثل کاغذ از روش لایه برمی‌داره. مثلا این 5 میلیمتری شما می‌خوای بکنی 3 میلیمتر. با این پرداختش می‌کنی. دستگاه گندگی هم این کارو انجام میده. ولی شما به صورت سنتی انجام می‌دید. یه سنباده خیلی قویه در واقع. لایه لایه چوب و ضخامت چوب رو می‌تونی کم بکنی. یعنی اینجاش تیغ داره. اینجا یه تیغ داره. بعد از اینجا تنظیم میشه با این اهرمه و با این پیچه و اینجوری هم باز میشه، اینو به دیوالا باز میشه. باید چیز کرده. چقدر خفن. تنظیماتش اینجا ساره. خیلی خب بذار من ببینیم چجوری رنده کشیدم. خب کار رنده است. داره لایه برداری میکنه از چوب. خب اون زخامتی که میخواییم برسونتش. استاد بعد از اینکه با رنده دهن خودمون رو سرویس کردیم و موضوع رو از دست دادیم، چوب باید اینقدر نازک بشه که یه ذره انعطاف هم داشته باشه خودش خالی. خب بعد از این اسمش چی بود؟ لیسه. با این بعد چه شکلی بکشیم؟ با این یه پرداخت. این الان لیسه هم کنده، باید تیز کنم بعد بگیری. اینجوری میری یه لایه، مثلا اگه رنده اینقدر برمیداره تو لیست هم تیز باشه مثل رنده برمیداره، ولی لیسه برای صاف کردن نهاییشه. البته که رو سازم دوباره باید لیسه کشی بشه وقتی ساز تموم میشه. بخش نفس میزنم، ولی موقع این توی این مرحله من لیسه میکشم که تمیز باشه کارم وقتی میرم برای خم. رنده کم بود لیسه هم اضافه شد. خدا استاد در حال تیز کردن لیسه هستم. به چوب میکشی تیز میشه؟ این چوب نیست، سنباده است روش سنگ مرمر چسبید. لیسه رو داریم بعد از تیز شدن. خب بازم لیسه اون تیز کردن میخواد انتها. این یه سنباده خیلی دیگه، یه لسترش میکنه، رنده هی داره بالا پایی میکنه، یه لسترش میکنه. خب من دیگه برگشت میکشم. آقا پیاز مفته. حالا وسط کار یه چوبی بهتون نشون بدم. این به چشم خورد، آوردم گفتم فیلم بگیرم. یه افرای فکر میکنم ابلقه، خیلی خوشگله. ببینید رگه های قرمز و صورتی داره. بذارید از این ور بگیرم که سایه نیفته. خیلی خفنه. رنگ طبیعی چوبه ها. خب بچه ها اولین سایدمون تموم شد، رنده شد و بعدش هم لیسه کشیدیم و بعد سنباده زدیم. از این شکل و این ضخامت تبدیل شد به این شکل و این ضخامت. این هم چوبایی که بر اثر رنده
ریخته ازش.